درود بر شما، شب و روز تک تک شما عزیزان بخیر. من آرش هستم، از استدیو فیس وان با برنامه خبر پلاس در خدمت شما هستیم. برنامه خبر پلاس هر شب شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب و 11:30 به وقت ایران از شبکه فیس وان برای شما عزیزان پخش میشه. بریم با هم ببینیم یه ویژه برنامه چهارشنبه سوری که امشب شب چهارشنبه سوری برمیگردیم، برنامه خبر پلاس رو با شما آغاز میکنیم. برگشتیم به برنامه خبر پلاس. مرسی که با برنامه ما همراه هستین. راجع به پیغام‌های زیادی که دیشب برای برنامه گذاشتین در انتهای برنامه حتما صحبت میکنم و توضیحات لازم رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. بریم وارد برنامه خبر پلاس بشیم. اولین بخش برنامه خبر پلاس راجع به خبر مصاحبه خانم بهنوش بختیاری با برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس. یه ویژه برنامه نوروزی در حال تهیه است که خانم بهنوش بختیاری با برانکو مصاحبه کردن که از قرار مصاحبه خیلی جالبی هم از کار در اومده. من راجع به این مصاحبه چند خط میخوام براتون توضیح بدم. حالا خانم بهنوش بختیاری به شدت پرسپولیسیان و حسابی طرفدار فوتبال و پرسپولیس رو تو همه مراسم ها نشون دادن که طرفدار تیم پرسپولیسن. گفتن که راجع به برخوردشون با آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم پرسپولیس صحبت کردن و گفتن که ایشون خیلی شخصیت قابل اعتمادی هستن و گفتن که اعتماد به نفس زیادی دارن، خانواده دوستن و بسیار انرژیشون هم مثبت و انرژی خوبی دارن. گفتن که من خیلی مثل عادل فردوسی پور نمیتونم رفتار بکنم، مصاحبه من یک مصاحبه حمایتی به عنوان یک طرفدار پرسپولیسه. بنوش بختیاری در انتهای مصاحبه‌ای که با آقای برانکو داشتن گفتن که خوشحالن از این که پرسپولیس در مقابل سبای قم در بازی آخر سال 94ش پیروز شده و راجع به علی دایی هم گفتن که علی دایی جزی از مشاهیر فوتبال جهانه و حساب آقای دایی با حساب تیم سبا کاملا متفاوته. گفتن که من یه پرسپولیسیم و خوشحالم از این که تیمم تونسته برنده بشه. گفتن که یکی از موفقیتاشون توی زندگی پیروزی تیم پرسپولیس در مسابقات فوتبالی که در پیش داره و همچنین گفتن که پرسپولیس بازی دربی رو میبره. بازی دربی قراره در انتهای فروردین ماه سال 95 برگزار بشه و در انتها آرزو کردن که امیدوارن که در سال جدید با اقتصاد سالم، کشور امن، روابط سالم و دوست داشتن‌های واقعی و برکت زیاد همراه باشه. و یه جمله هم در انتهای مصاحبهشون هست، گفتن که به امید خدا و انرژی سالم ما میتونیم به هر چیزی که میخوایم دست پیدا بکنیم. این هم مصاحبه جالبی بود که آقای خانم بهنوش بختیاری با آقای برانکو ایوانکوویچ انجام دادن. گفتم اول برنامه راجع به این مصاحبه صحبت بکنیم. اما روز چهارشنبه یعنی فردا 26 اسفند ساعت 17:30 تا 19:30 عادل فردوسی پور قراره که راجع به کتاب هنر شفاف اندیشیدن که مترجم اون کتاب بوده در نشر چشمه در واقع با طرفدارای خودشون دیدار کنن. پس نشر چشمه آدرس شهرک غرب بلوار فرحزادیه و قراره که ساعت 17:30 تا 19:30 طرفدارای این کتاب که کم هم نیستند با عادل فردوسی پور دیدار کنند. کتاب هنر شفاف اندیشیدن سال اردیبهشت سال 94 منتشر شد و تا الان به 20 نسخش به چاپ رسیده که در نوع خودش خیلی جالبه. با اینکه ما
توی مملکت عزیزمون خیلی ها کتاب نمیخونن و این روزا همه با تبلت و موبایل و اینها اطلاعات و کتاب های زیادی رو میخونن. جالبه که این کتاب تونسته اینقدر فروش داشته باشه. اما یه اتفاق خوب افتاده توی باشگاه پرسپولیس و سنت شکنی شده راجب یه چیز راجب لیگ قهرمانان آسیا بگم اول براتون. متاسفانه در شب چهارشنبه سوری نماینده های ایران به نوعی سوختن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا. از گروه سی پاختاکور با تراکتورسازی بازی کرد که تونست 1-0 تراکتورسازی رو شکست بده و از گروه ای هم سپاهان در اصفهان 2-0 از تیم لوکوموتیو شکست خورده. نتایج عجیب غریب تیم سپاهان امسال لیگ در آخرین بازی سال 94 کاملا به چشم میاد. همه فکر میکردن که ایده خوبی رو دو تیم شرکت کننده سپاهان و تراکتور که کم هم طرفدار ندارن به فوتبال ایران و به مردم ایران بدن، ولی متاسفانه هر دو تیم شکست خوردن در بازی‌های امروز لیگ قهرمانان آسیا. یه اتفاق خوب افتاده تو باشگاه پرسپولیس که حالا راجع بهش در بخش بعدی برنامه صحبت میکنم. بخشی از مطالبات مرحوم هادی نوروزی امروز پرداخت شده به خانواده نوروزی. این کار ستودنی باشگاه پرسپولیس و آقای علی اکبر طاهریه. اما راجع به سفر پرسپولیسی ها به عمان، شایع شده بود که پرسپولیسی ها مثل استقلالی ها اردوی تدارکاتیشون ممکنه لغو بشه، ولی اصلا به این حالت در نیامد. با اینکه 7 از بازیکنهای پرسپولیس در اردوی تیم ملی هستن و 2 از اونها در اردوی تیمهای خودشون هستن، یعنی لوبانوف و جری بینگستون در تیم ملی ازبکستان و تیم ملی هندوراس هستن، ولی باشگاه پرسپولیس برانکو اعلام کرده که قطعا به این اردو خواهند رفت. قراره که پرسپولیسی 4 فروردین دور همدیگه جمع بشن و 5 فروردین به عمان سفر بکنن، 8 فروردین یه بازی تدارکاتی توی عمان داشته باشن و 11 فروردین به ایران برگردن. بریم با هم مونولوگ امشب و قسمت اولش رو ببینیم. با بقیه خبرها در خدمت شما هستم. هرچند صدرنشینی استقلال در پایان هفته 23 لیگ برتر رضایت نسبی تماشاگرای این تیم رو به همراه داشته، اما اونا هرگز از شکل بازی تیمشون رضایت ندارن و شاید به همین دلیلم باشه که با وجود حضور تو رده اول جدول تماشاگرها حاضر نیستن برای تماشای بازی‌های این تیم به استادیوم بیان. اوج نارضایتی تماشاگرای استقلال نسبت به بازی این تیم به بازی 2 هفته گذشته استقلال برابر پدیده و راه هم برمیگرده، جایی که آبی ها با 2 حریف پایین جدولی بازی داشتن اما از خلق حداقل موقعیت های گلزنی هم ناتوان نشون دادن. جالبه بدونید که اگر استقلال برابر تیم های صدرنشین یا قرنشین بازی میکنه، سیستم این تیم همچنان 4-2-3-1، یعنی پرویز مظلومی تمام تمرکزش رو روی کارهای دفاعی گذاشته تا تهاجمی. کاملا واضحه که تماشاگرانی که میخوان به بازیهای این تیم محبوب پایتخت بیان و ورزشگاه رو پر کنن، براشون جذابیت و بازی تهاجمی بیشترین اهمیت رو داره، اما استقلال در این امر کاملا ناموفق بوده. هرچند پرویز مظلومی موفق شده نسلی از بازیکنهای جوان رو به تیمش اضافه کنه، اما این چیزی نیست که تماشاگران راضی به پر کردن بازی‌های خانگی استقلال کنه. بدون شک اگر استقلال تو کنار جوانگرایی میتونست بازی‌های چشم نوازی رو هم به تماشا بذاره، امروز تماشاگرای بیشتری از بازی‌های خانگی آبی‌های پایتخت استقبال می‌کردند. خب رسیدیم به قسمت دوم برنامه خبر پلاس امشب. میخوام چند تا خبر براتون بگیم، بازم راجع به فوتبال. اولین خبر راجع به علی دایی. علی دایی قبل از سفرش به امریکا در تمرینات تیم سبا گویا که حسابی درگیر شده با 2 بازیکن، پیام صادقیان و حامد لک. بازیکنایی بودن که علی دایی باشون صحبت کرده. با آقای صادقیان، به پیام صادقیان گفته که ما به شما گفتیم که بیا وظایف ما رو انجام بده، شما توی زمین راه رفتین، و به شدت هم برخورد کرده با حامد لک به خاطر اشتباه
بعدی که در واقع توی بازی پرسپولیس و سبا انجام داد که پرسپولیس ها تونستن از همون اشتباه استفاده کنن و به گل برسن. این راجع به آقای علی دایی که الان هم در مسافرت هستن در آمریکا، تعطیلات نوروزی رو اونجا هستن. اما خبر بعدیمون راجع به احمد نوراللهیه. احمد نوراللهی که دیشب مهمون برنامه 90 بود، یه ذره حال و هوای مهمون برنامه 90 رو کاملا تغییر داده بود. با تون صدای آرومش اون هیجان رو کاملا از بین برده بود و گفتگوی کاملا سرد و خشکی بود. و این صدای احمد نوراللهی که خیلی پایین بود، چندین بار عادل فردوسی پور گوش زد کرد که صداش رو بالاتر بیاره و راحت بیشتر با صدای بلندتر صحبت بکنه. اما تو برنامه 90 دیشب گل مرحوم هادی نوروزی به پدیده به عنوان بهترین گل سال 94 در برنامه 90 انتخاب شد. البته گلای دیگه هم بودن که گل اخیر احسان هاشصفی به فرایبورگ هم بود، ولی گل مرحوم هادی نوروزی به عنوان گل برتر سال 94 انتخاب شد. اما باشگاه استقلال امروز تمرینات باشگاه استقلال و تیم فوتبال استقلال ساعت 11 صبح شروع شد. جابر انصاری و فرزاد مجیدی غایب این تمرین بودن و توی تمرین هم گویا آقای حنیف عمرانزاده و سید مهدی رحمتی با هم دیگه قهر بودن در ابتدا، اما گویا بعد از یه تایمی با هم دیگه آشتی کردن و قرار به این شده که حنیف عمرانزاده توی بازی‌های بعدی لیگ استقلال بازی می‌کنه هافبک تدافعی باشه و به نوعی یه خط جلوتر بیاد. خسروی دری هم که همچنان مصدومه. اما یه خبر خوبه دیگه تو اردو استقلال، منصور پورهیدری بود. آقای پورهیدری امروز در تمرین استقلال شرکت کرده بودن و حسابی باعث خوشحالی آبیا شده بودن. آرزو سلامتی و پایداری میکنیم برای آقای منصور پورهیدری. تمرینات باشگاه استقلال تا 28 اسفند ادامه داره و اونها 4 فروردین تمرینات جدید سال 95شون شروع میشه. 15 فروردین 1395 اونها با استقلال خوزستان در اهواز بازی دارن. این هم خبری بود راجع به باشگاه استقلال تهران. اما باز راجع برنامه 90 عادل فردوسی پور یه صحبت و یه خبری داریم. عادل فردوسی پور تو برنامه دیشبش اصلا به انتخابات فدراسیون فوتبال کاری نداشت. به نظر می اومد که علاقه نداشت راجع به این موضوع صحبت بکنه و بیشتر راجع به ویژه برنامه روز جمعه که قرار پخش بشه صحبت میکرد و این یکی از نکته هایی بودش که ابهام برانگیز بود و همه رو دعوت میکردن به برنامه جمعه شبشون که قرار در واقع ویژه برنامه 90 که جمعه شب قرار پخش بشه. این هم یه نکته راجع به عادل فردوسی پور و برنامهش. اما درگیری در باشگاه راهن، گویا که بعد از باخت راهنیا به استقلال اهواز یه درگیری توی باشگاه راهن شکل گرفته که شب قبلش به گفته مدیران باشگاه راهن، بهادر عبدی و محمد عباس‌زاده میخواستن اعتصاب بکنن به خاطر قولها و وعده وعیدهایی که داده بودن و بهادر عبدی در ادامه و تمرین این تیم با سعید رمضانی سرپرست باشگاه گویا درگیر شده و گفته که شما فقط وعده وعید دادین و خبری از حرفایی که زدین نشده. اینم درگیری در باشگاه نفت. اما بازم میریم سراغ باشگاه پرسپولیس. آقای علی اکبر طاهری که به نظر میاد متفاوت دارن عمل میکنن، حالا یکی اون بخش اول که گفتیم پرداخت مطالبات آقای هادی نوروزی، یک کار ویژه و یک کار جدید انجام دادن. آقای طاهری قراره که یک هدیه ویژه رو به علی علیپور مهاجم جوان پرسپولیس بدن. گویا که علیپور قراره خیلی زود ازدواج کنه و قراره که یه پاداش ویژه به علی علیپور بدن. اما طاهری گفتگو کرده و اعلام کرده که هر کسی که در پرسپولیس ازدواج بکنه به اون پاداش میده. تا باشگاه پرسپولیس هستیم، یه خبر خیلی خوب اومده توی باشگاه پرسپولیس. پرسپولیسیا 2000 تا فوتبالیست کاملا در واقع آماتور رو دعوت کردن، بعد در واقع 198 تا از اونها رو انتخاب کردن مربیای
سطوح مختلفش، و بعد 77 نفر از دل اون 198 نفر انتخاب کردن و با اونها قرارداد داخلی بستن. به نظر میاد کار بسیار جالبیه که باشگاه پرسپولیس داره انجام میده. در واقع یه جوری داره تیم به تشکیل میده که به تیم الفش کمک بکنه. یه اتفاق دیگه بازم راجع باشگاه پرسپولیس، حقوق کل کارمندان باشگاه پرسپولیس پرداخت شده امروز و شاید چند سالی بود که این اتفاق نیفتاده بود و اونها به تعطیلات میرن و حق و حقوق خودشون رو کاملا دریافت کردن تا تعطیلات راحتی داشته باشن. اما راجع به علی پروین، اسطوره فوتبال، فوتبال ایران صحبت میخوایم بکنیم. آقای پروین اعلام کرده بودن هفته پیش که دیگه از اینستاگرام خداحافظی کردن، ما خبرش رو عرض کردیم، اما مجدداً گویا علی پروین به اینستاگرام برگشته و به ادمین پیج خودش گفته که من میخوام باز فعالیتم رو آغاز بکنم و چند تا عکس با آقای مهران مدیری در صفحه اینستاگرامش گذاشته. همه شما میدونین که علی پروین خیلی اهل تکنولوژی و این چیزا نیست و جالب خداحافظی ایشون و بازگشتشون با عکسشون، عکس خودشون و آقای مهران مدیری. اما خبر آخر بخش دوممون هم مربوط به پاداش قهرمانی تیم فوتبال فوتسال ایران که گویا قراره که فدراسیون و وزارت ورزش نفری 10 میلیون تومان به نفراتی که توی این مسابقات شرکت کردن و باعث شدن که تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا بشه پرداخت بشه. امیدواریم که این اتفاق هم بیفته. بریم با هم قسمت دوم مونولوگمون رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه خبر پلاس، در خدمت شما عزیزان هستیم. حرف و حدیث ها در مورد مهدی طارمی و ماجرای نیمکت نشینی اون تو بازی مقابل سبای قم همچنان ادامه داره، در حالی که اون روز طارمی اعلام کرد دلیل نیمکت نشینیش تو دیدار با سبای قم سرماخوردگی بوده. بعد از گذشت چند ساعت یکی از نزدیکان طارمی اعلام کرد که چون طارمی مجرد و تنها زندگی میکنه دچار مسمومیت غذایی شده و به همین دلیل نتونسته مقابل سبا به میدان بره. ما در مورد این وضعیت با شما صحبت کردیم و گفتیم که بهتره که در مورد ماجرای نیمکت نشینی طارمی و حرف و حدیث هایی که در این مورد وجود داره خود شما قضاوت کنید. اما این پایان ماجرا نبود، چون بعد از گذشت یکی دو روز عنوان شد که چون طارمی قراردادش رو با باشگاه تمدید نکرده، مسئولان باشگاه طی هماهنگی با برانکو ترتیبی دادن تا طارمی روی نیمکت بشینه. البته طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس چنین چیزی رو تکذیب میکنه و ترجیح میده صحبت‌های گل و بلبلی انجام بده. وقتی این موضوع رو با طاهری مطرح کردیم در این مورد به ما این چنین گفت: اصلاً چنین چیزی نیست. در مورد شرایط بازیکنان چه قبل و چه بعد از مسابقه با برانکو صحبت میکنم، اما خواهش میکنم رسانه‌ها به این مسئله دامن نزنن. برانکو میخواسته پرسپولیس بدون طارمی رو محک بزنه، اما گویا این مسئله دردسرساز شده و بعضی ها نیمکت نشینی طارمی رو به چیزهای دیگه ای ربط میدن. آقای طاهری به خاطر اینکه حواسها رو به سمت دیگه ای پرت کنه صحبتهاش رو اینطور ادامه میده: به هر حال گاهی بازیکنان برداشتهایی میکنن که وقتی با هم صحبت میکنیم متوجه اشتباهشون میشن. ما رابطه شفافی با هم داریم و به همین دلیل بازیکنان مشکلاتشون رو خیلی راحت با من در میان میذارن. در مورد پرونده مهدی طارمی این پایان ماجرا نیست، چون در ادامه میشنویم که طارمی به پرسپولیس برای تمدید قراردادش پیشنهاد 900 میلیون تومانی داده که جدا از این بندهایی هم برای افزایش مبلغ قرارداد از سوی طارمی در نظر گرفته شده. همونطور که پیش بینی میکردیم طاهری این موضوع رو هم تکذیب میکنه و میگه این قضیه هم اصلا درست نیست. هیچ صحبتی با طارمی نکردم و نمیدونم این صحبت ها از کجا در اومده. ما کاری به صحبت های آقای طارمی نداریم، اما منابع خبری ما از باشگاه پرسپولیس چنین میگن که طی روزهای گذشته جلساتی بین طاهری و برانکو برگزار شده که اونها در مورد وضعیت طارمی صحبت کردن. طاهری و برانکو به این نتیجه رسیدن شرایطی رو برای طارمی به وجود بیارن تا اون زودتر قراردادش رو با پرسپولیسی ها تمدید کنه. گواه بزرگ بر این ادعا این که آقای طاهری اعلام میکنه طارمی باید مثل دیگر بازیکنان لژیونر و مطرح پرسپولیس همچون علی کریمی و علی دایی چند سالی رو تو پرسپولیس بگذرونه و بعد از اون با تجربه بیشتری راهی اروپا بشه. در مورد پرونده طارمی و حواشی زیادی که در مورد این بازیکن وجود داره باز هم همه چیز رو به شما واگذار میکنیم.
خب رسیدیم به قسمت پایانی برنامه خبر پلاس. مثل روال همیشه کیوسک و روزنامه های ورزشی. اولین روزنامه، روزنامه ابرار ورزشی، سه‌شنبه 25 اسفند 1394. ابرار ورزشی، کیروش: آینده در دست رئیس جدید فدراسیون خواهد بود. روزنامه ورزشی گل، تارمی: با برانکو نه اختلاف دارم نه سوء تفاهم. روزنامه بعدی، روزنامه هدف: تمدید فوتبال قشنگ، برانکو در پرسپولیس میماند. روزنامه بعدی، روزنامه ایران ورزشی: واکنش به تمدید قرارداد با پرسپولیس، برانکو: این بازی دو سر برد است. روزنامه بعدی، روزنامه خبر ورزشی: توافق پرسپولیس و مرد کروات برای تمدید قرارداد به یک شرط، سهمیه آسیا بگیر و بمان. روزنامه بعدی، روزنامه 90: امشب همه از تراکتور و سپاهان عیدی می‌خواهند. سه تیم ایرانی در خان سوم لیگ قهرمانان که متاسفانه هر دو تیم، یعنی دو تیم از این سه تیم شکست خوردن امشب. روزنامه بعدی، روزنامه پیروزی: برانکو: آرزوی من قهرمانی پرسپولیس است. و روزنامه آخر، روزنامه شوت: بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد. دیروز هم راجبش صحبت کردیم. تیتر اولش هم فیفا: اساسنامه ایران مورد تایید است. اینم یه خبر دیگه و تیتر اول روزنامه شد. راجع بازی‌ها امشب بگیم براتون که لیگ قهرمانان اروپا امشب بازی‌هاش ادامه داره. اتلتیکو مادرید با آینتوبان هلند بازی می‌کنه و منچستر سیتی انگلیس با دینامو کیف اوکراین. این بازی‌ها فردا هم قراره که چهار تیم دیگه شرکت بکنن و تکلیف یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص میشه. تو برنامه فردا راجع به لیگ قهرمانان حتما براتون صحبت می‌کنیم. یه مطلب بگم، متاسفم از اینکه نمیتونم مسیج همه دوستان که برای ما فرستادن رو بخونم، ولی از علی عزیز که خواسته بودن راجع به اینکه فوتبال پخش بکنیم، از محمد عزیز که راجع به ویژه برنامه خبر پلاس راجع به عید گفته بودن، و بقیه دوستان رضا، کامران و کسای دیگه ای که برامون پیغام گذاشته بودن، من تک تک مسیج های شما رو میخونم و همینطور که دیدیم به پیغام های شما جواب دادیم. اما ویژه برنامه خبر پلاس به زودی مشخص میشه که به چه شکل هستش. ما برنامه‌مون رو در ایام نوروز داریم و فردا بهتون اعلام میکنیم که ویژه برنامه ورزشی و فوتبالی خبر پلاس و شبکه فیسفان در نوروز پخش میشود یا خیر. مرسی از اینکه شما بیننده خبر پلاس هستین. راه ارتباطی ما و شما بازم هشتگ خبر پلاس، صفحه اینستاگرام برنامه خبر پلاس. دوستانی که قصد اسپانسر یا تبلیغ در برنامه خبر پلاس رو دارن و یا در شبکه فیسوان، میتونن به ایمیل @fiswantv تماس بگیرن. دوستانی که میخوان مستقیم با بنده در تماس باشن، میتونن از طریق مسیج گذاشتن روی صفحه اینستاگرام بنده آرش فوتبال با من در تماس باشن. مرسی که بیننده برنامه خبر پلاس هستین. آرزو بهترین ها رو براتون میکنم. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بدرود.